خب به جای کیانوش رحمتی به زمین مسابقه میاد. کیانوش رحمتی از زمین مسابقه خارج میشه و سید مهدی سید صالحی میره تا بازی با دو مهاجم یه مقدار هجومی‌تر دنبال بشه با کاهش هافبک دفاعی و اضافه شدن به یک مهاجم. حالا امیدواریم که بازی قدرتمندتر و روانتری رو از استقلال در دقایق باقی مونده ببینیم. الجزیره هم انصافا خوب کار کرده. فرهاد مجیدی اعلام میکنه که از دستش استفاده کرده. کمک داور دوم اون سمت این ندا رو داد به آقای چوی و اون هم نظر کمکش رو تایید کرد. دیاکی بیشتر سعی میکنن در عرض و در نیمه زمین خودشون تسلطشون رو بر توپ نشون بدن و وقت رو نگه دارن. حالا از راه رسید و توپ رو گرفت امیر حسین صادقی. جانباریو برای فرهاد مجیدی و باز هم آفساید. نمیدونم تعداد آفساید های فرهاد مجیدی آیا کم کم به عدد انگشت های دو دست میرسه یا نه، ولی فاصله زیادی نداره با این رقم. نمیدونم دوربینمون هم این سمت مسلط هست که کارگردان عزیزمون نشون بدن که این سمت های آفساید بود یا نه، ولی به هر حال اکثریت قریب اتفاقش درست بود آفساید ها یا همش تا به این لحظه. توپ محمدی میرسه، این چهره حنیف عمرانزاده هست. امیر حسین صادقی تعویض رو میبینید. کیانوش رحمتی جای خودش رو به سید مهدی سید صالحی داد. امیر آبادی توپ رو از دست داد. محسن یوسفی هم روی نیمکت هست. سبیل به دنبال یار خالیس. دیاکی توپ خوب دور کرده. امیر حسین صادقی. رافائل سوبیس که بازیکن خطرناکیست، هر لحظه میتونه خطرناکم باشه. یک و دو رو نذاشتن که تکمیل کنند. خب سیاوش اکبرپور از بین دو سه بازیکن توپ رو نجات میده. جانواریو خب سید صالحی رفت الان مهاجم نوک و بیشتر توپایی که البته چیزم فرهاد مجیدی هم در کنارش هست، ولی خب حالا بیشتر توپایی در عمق زمین داره برای سید صالحی فرستاده میشه. ببینیم قصدان همون کار رو ادامه بدن یا نه. یه لحظه جانواریو تعادلش به هم خورد و توپ رو از دست داد. یکی یک ضربه از راه دور و دور از چارچوب دروازه، توپ به بیرون میره. خب خیلی متشکر دوستان عزیز که اینجا نشون میدن کاملا آفساید مشخص بود از فرهاد مجیدی. یک بار دیگه مجیدی. در این بازی رکورد پیپو اینزاگی رو زده تو تعداد آفساید ها. به هر حال هم تیم حریف قصد داشت برای گرفتن آفساید و طرح داشت و هم موفق واقع شد در مورد
به خصوص فرهاد مجیدی که خب بیشتر هم تک مهاجم ما بود در دقایق سپری شده، فعلا سید صالحی دازده بهش اضافه شده. خود مجیدی یه خطا، خوب جایی میگیره فرهاد مجیدی با تجربه بالایی که داره، موقعیت خوبی میتونه باشه.